من به گمانم به شدت جامعه ایران از حاکمیت، که البته این لباس نمادی از این حاکمیت هست، عبور کرده و از حکومت دینی به شکل عام‌تر، و این محصول عملکرد ظالمانه 45 ساله گذشته است. ما چندی پیش تشییع جنازه آقای امامی کاشانی، امام جمعه موقت، و اون پست‌ها رو دیدید که من فکر می‌کنم 50 نفر بیشتر نبودن. بیشتر تشییع جنازه اون آقای مهدوی کنی، باز با اون مسئولیت‌های بسیار پرتمطراق، می‌بینید که 100 120 نفر بیشتر نبودن سال‌های گذشته. این نشون از این میده فرو ریختن شدید محبوبیت حاکمیت، فارغ از این که لباسی داشته باشند، طبیعتاً چون رهبر این حکومت چنین لباسی پوشیده، بغض و کینه مردم نسبت به این لباس بیشتر داره، بیشتر هست و هر روز بیشتر میشه. این یکی از در واقع بدیهی ترین نشان دادن نافرمانی مدنی توسط مردم هست، که در بزنگاه های مختلف، خصوصا در این مراسم و در این رخدادها بیشتر ظهور و بروز پیدا میکنه و در واقع مردم اون خشم فرو ریخته خودشون رو، فرو داده خودشون رو، به نوعی بغض و کینه خودشون رو نشون میدن، و این باید یک زنگ خطر جدی برای حاکمیت باشه. حاکمیت با این انتخابات فرمایشی که برگزار کرده و اون آراء بسیار مفتزهانه، خب و میبینیم که حتی نفر دوم آراء باطله میشه، یا آراء باطله حتی خیلی رقیب نزدیک با رئیس جمهور میشه. اینها همه نشانه های از این هست که پایگاه مردمی و محبوبیت و مشروعیت مردمی خودش رو از دست داده این حاکمیت، که به هر حال این حادثه جدید و خوشحالی بخشی از جامعه، ببینید این خوشحالی یک مقطع کوتاهی در یک گوشه ای نبوده، آنقدر فراگیر بوده که اون مجری صدا و سیما میاد اون توهین رو میکنه و متاسفانه یک لقب خیلی زشتی رو نسبت میده. خب همین مقدار که این پیام خوشحالی بخشی از جامعه، که این دو قطبی کردن خود یک مصیبت عظیمی است که این حاکمیت به بار آورده، یک دستاورد مهمی است که این حاکمیت فراهم کرده برای امروز که به صدا و سیما میرسه این خوشحالی، پس گوشه ای نبوده، عده کمی نبودن، قلیل نبودن، در سطح وسیعی و گسترده بوده. طبیعتاً ما نمی‌تونیم راستازمایی کنیم که اکثریت مردم خوشحالی کنن یا اکثریت عزاداری. عزاداری که پر واضح هست که بخش عمدهش حکومتی هست و سازمایافته از طرف رسانه‌های حکومتی و دولت، به هر حال با اون برنامه‌ریزی‌هایی که داشتن، و خصوصاً یعنی 24 ساعت گذشته من به درازه صحبت کردم، ببخشید، این دروغ‌ها و این تناقضاتی که در این اخبار آمده، این مزید بر علت هست که ناکارآمدی و عدم محبوبیت و مقبولیت نسبت مردم